رب العالمین گفته که دو شخصیتی که به خاطر من در دنیا دوستی و محبت دارن، در روز قیامت این دو دوسته من در منبرها در تختهای نور میشینانم، همنشین و یعنی همراهی انبیا و دوستای خدا، من اونها را یک جای داخل جنت شون میگردانم. حتی در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که این دو شخصیتی که به خاطر خدا دوستی میکنن، در روز قیامت اینها را خدا هم به چنان عزت میداده، به چنان درجه و مرتبه میداده که اهل محشر وقتی میدیدن میپرسیدن، میگفتن که اینها آیا پیغمبرای خدا هستند، صدیقین و شهدا و صالحین هستند؟ میگه از جانب ملائکه ها جواب میومده، میگفتن نه، اینها نه پیغمبر هستند، نه شهید هستند، نه صالح هستند. بعد از اون میپرسیدن، میگفتن اینها کی هستند؟ خداوند امروز اینقدر عزت شو داده است، اینقدر درجه بلند شو داده، در تختهای نور نشسته هستند. از جانب ملائکه ها برای اینها جواب میشته که میگفتن اینها دو شخصیتی هستند که در دنیا به خاطر خدا دوستی داشتند. امروز اگر ما به خاطر خدا محبت و دوستی داشته باشیم، ان شاء الله رب العالمین که نه در دنیا بلکه در آخرت خداوند ما را جدا نمیگردانه. حتی در روایت از جناب پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که وقتی دو شخصیت با هم دیگر محبت و دوستی دارند در دنیا، در روز قیامت یکی از اونها جنتی است، دیگرش دوزختی. به خاطر این جنتی بودن دوستش، خداوند او دوزختیش هم میبخشیده گناهش او، میفته بره شما در دنیا که یعنی جدا نبده، همیشه یک جایه بوده، امروز هم باشه بره در این جنت یک جایه باشه. یعنی دوستی حقیقی دوست در قیامت شفاعت میکرده. به این خاطر ما باید دوستی حقیقی و دوستی یعنی واقعی باشه.